تایم بادا بالا از یک شروع میشه نه از پنجا خورده ایش و یه شد یک چرا؟ یک ساعت مثلا؟ نه این یکه نمیدونم واقعا هست بزن این هم اینجا بزنم جاستین کیس رکورد رو نکنی فقط خروجی میده سلام اینجا خودکسته یا پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم ویزوان مرنامه در کنار من کارون نشسته سلام جورم آقا قبل از اینکه شروع بکنیم تو توضیح بده چی شد من اینو اینو نمیخواد عادت کارم. کردم به این احساس میکنم کورشی تا میخواستم بگم که ما راند دومیه که داریم اپیزود ایمانو ضبط میکنیم آره. چون که فرهاد و فرزاد نیومدن آره از این دوتا که نیستن پشت دوربین نداریم بعد من ایمان تنها داشتیم ضبط میکردیم و خوشحال که خیلی همه چیز خوب پیش رفت و اینا ضبط که تمام شد من رومون ور بود یکی زد تو پیشونیش برگشت شده ایمان میگه که ضبط نشده آره بعد هیچی یه تصمیم گرفتیم دوباره ضبط کنی بعد به این ب... آره اصلا لکنت گرفت. ایمان میگم که اتفاقا این سری راحت تره به خاطر اینکه ما یه دور زبط کردیم موضوعاتو بلدیم سریعتر میتونیم بریم الان یه جوری اصلا از حماقت خودم خندم گرفته که خب من خیلی موقعی که تموم شد اپیزود همین چند ثانیه پیش تموم شد یه من اصلا قره بلند شدم و حسین گفتم که دمشقی چقدر سری رفت کردیم و بدون توپق و بدون هیچ چیزی و رفتیم جلو و بعد فهمیدم که اصلا دکمه رو اشتباه زده بودم تو میخوای مطلب راجع هفته پیش بگی؟ مطلب و راجعه هفته پیش آره جونم براتون که من اون اپیزودی که در مورد رژیم غذایی و حالا ویگنزم و ویژیتریان و اینا صحبت کردم که اسمش بود ما رو باور نکن من یه من به اشتباه گفتم که آمینو اسید توی چربی وجود داره ولی آمینو اسید توی پروتئین گوشتی وجود داره نه روی چربی گوشتی آره بیلینگ بلاک پروتئین در واقع آفرین شما می‌خواستی زیو بگید آره مورد مالده... شما اپیزود داروین رو یادته بله با, با حسین صادق کاذب و حسین آره سلام صادق و, سلام حسین, حسین صحبت کردیم حالا ما چند تا اپیزود راجع به داروین رفتیم توی یکی از اونها صادق جان راجع به کتاب ایده خطرناک داروین که حالا یه فیلسوفی به اسم آقای دنت اون رو نوشتن صحبت کرد میخواستم بگم که پادکست بی پلاس که علی بندری جاش میکنه در واقع زیر مجموعه ای از چنل بیه که حالا پادکست خیلی موفق ایرانی چندین و چند ساله دارن کار میکنن این B پلاس اینجوریه که هر دو هفته بار اگه اشتباه نکنم پخش میشه و ایشون یه کتابی رو که خوندن خلاصه میکنن فکر کنم آخرین قسمتشون دقیقا همین کتاب رو خلاصه کردن آخرین قسمت تا الان امروزی که ما داریم صحبت میکنیم که راجع به ایده خطرناک داروینه فقط خواستم بگم اگه دوست دارید برید اونو گوش بدید من خودم چون خیلی به این موضوع تکامل علاقه دارم خیلی خوشحال شدم دیدم که این کتاب رو خلاصه کردنشون دوست دارید برید بی پلاس رو گوش بدید دیگه خیلی خوب جونم که ما این هفته برای موضوع من میخوایم در مورد مغز انسان صحبت کنیم حالا من اولش با یه سوال شروع میکنم ولی خب دیگه جوابشو میدونه چون یه بار رفتیم و خیلی لوس و بیمزه الان میشه من یک سان اول دارم. ولی خب من عدد در بیارم در بیاری که اینی که با یه سوال شروع میکنم که بپرسم اینی که شما توی شما شخصا تو زندگیت بیشتر خاطرات مثبت داشتی یا خاطرات منفی و بد بیشتر منفی یادم میمونه یاد 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 یادم میاد. میاد. ببین مطمئنا خاطرات خوبی داشتی تو زندگی که اگه خاطراتش همش بد بود سنگ رو سنگ بین نمیشد و اصلا اینطور لبخند نمیزدی اینجا بعد از این بدبختی یکی کشیدیم آره. این من بیاد بازی با کلمات و الفاس. آره آره حاجی ببین تقیقات نشون میده که آدم ها خاطراتی که احساسی هستند رو خیلی راحتتر به خاطر میسپرن و راحتتر میتونن بعدا ریکال بکنن اون خاطرات رو و برای بقیه تعریف بکنن اما یه نکته خیلی کلیدی تو این قضیه وجود داره اینه که این خاطرات تلخ هستن یا شیرین و این خاطرات که مثلا اگر حالا این خاطرات مثبتن توی زندگیشون یا منفیان که مثلا اگه از یکی بپرسی که خاطرات خوبی داشتی حالا مثل به دنیا آمدن فرزند یا مثلا شب ازدواج شب عروسیش یا برد تیم مورد علاقه ورزشیش اینا خاطرات مثبتی به وجود میاد خاطرات مثبتی به حساب میاد توی اون زندگی روز چهار دو رو من عین روز یادمه آره و راحت میتونن شاید بگن که راحت میتونن اینا رو توصیف بکنن و همه چیز این اطلاعات رو یادشون میاد ولی خب وقتی که میری توی دیتیل اصلی اون قضیه میری توی جزئیات اصلی اون قضیه شاید میبینی که خیلی از این اطلاعاتی که میدن دقیق نیست و خیلی چیزها رو از خاطرشون رفته ولی اگر که بری سراغ خاطرات بد مثلا مثل شکستن دست و پا یا دعوا کردن با یه بند خدایی یا مثلا چهار بار باخته سر هم توی دربی به بر... <تصفح> <تصفح> این نتیجه میرسی که جزئیات دقیق تری از اون اتفاقات توی خاطر این افراد مونده ببین من یک سال و نیم پیش مصدوم شدم هنوز با دیتیل یادمه که اون لحظه چه اتفاقی افتاد و مثلا هر بار دیگه هم که حالا به اون ناحیه که مصوم شدم فشار میاد هی ذهنم میگه که اوه نکنه دوباره این اتفاق بیفته نکنه اونجوری مثلا اون صدا بیاد اون درده بیاد منم یادمه که چه جوری خوردی زمین و چه جوری مثل بر ری گرفتن دست و پاتو رو از زمین خارجت کردن آره اتفاقات بعد آدم با دیتیل جزئیات یادشه آره الان تحقیقات نشون میده که آدم ها در به یاد آوردن اتق... اتفاقات تلخ حافظه خیلی قوی تری دارن یه خانومی هست به نام خانم یاد آوردن ال... دقیقشون آره دقیق حالا توضیح میدم یه خانومی هست به نام خانم الیزابت کنزینگر که م... یه محقق هستن توی باستن کالج که میگن اگر مقدار جزئیاتی که به خاطر میاریم هم از خاطرات خوب شیرین و خاطرات بد و تلخ مقدار جزئیاتش هم عین هم باشه اطلاعاتی که از خاطرات بد در به خاطر میاریم دقیق تر هستن یعنی چی یعنی اینکه مثلا اگر که شما دو یه سال توی یه سال گذشته یه خاطره خیلی خوب داشتی خاطره مثبت بوده و یه خاطره منفی هم داشتی اگر تقریبا اندازه هم یادت میاد از این جفت خاطره ها خاطره بده رو اگر که بخوای تعریف بکنی به مراتب دقیق تر از خاطره مثبت است حالا چرا اتفاق میفته مغز انسان موقعی که میخواد یه چیزی رو به خاطر بسپره براش یه سری بلاک میچینه یه سری از بلاک از جزئیات میچینه و اونا رو به خاطر میسپره با طول زمان بعضی از این بلاک که به وجود میاد از بین میره و موقعی که تو میخوای به یاد بیاری مغزت میاد و این بلاک رو جایگزین میکنه با چیزهایی که شبیه فکر شن. میکنه درستی یا شبیهشن که خیلی وقتا هم در واقع غیر دقیقه و میگن که مغز انسان خیلی خوب عمل میکنه تو به یاد آوردن خاطرات بد و جزئیات خیلی دقیق و کوچیک خاطرات بد حالا توضیح میدم چرا و اینو توی تجربه شخصی خودمون هم دیدیم دیگه مثلا با آدما که رفت و آمد میکنیم یه شخصی اگر که باشه چندین سال مثلا کار مثبت انجام داده باشه صد تا کار خوب انجام داده باشه برای شما اگر که یه کار منفی که انجام بده از دیگه... چشمت میاد این اشک... از چشمت میاد آره و دیگه تو اون شخصو فقط با این خاطرات بده که به قول معروف به خاطر داری و به یاد میاری میگن میگن دست تو اینجا بکنی تو اصل بکنی تو حلقه یارو حلقه باز میزنه یه بار یه کاری بعدی کنی همه اون اصلا رو یادش میره مثلا یه فوتبالیستی که کلی بازی خوب انجام داده و کلی گل زده مثلا فراموش میکنیم اگر که یه حرکت اشتباه انجام سلطان علی دایی آخر بازیش دیس میکردن مثلا مهدی تارمی شاید مثلا توی سطح ملی خوب بازی کرده کلی گل زده توی برای تیم پرسپولیس کلی ها. گل های زیادی زد آقای گل شد توی لیگ میدونی اونایی که نظر جمع می سه تا آقای گل دیگه از توش در می و اینکه کلی حالا پنالتی گرفته برای تیم و کلی بهش کمک کرده ولی همش با اون چیپه به خاطر دارن استاد و اون گلی که به پرتغال نزد یکی چپی که زد تو های <applause> چپی که زد و چهاره؟ و... آره تو شده <applause> و خب همش با این خاطراته که الان مثلا زنده است دیگه توی مثلا سایت های مختلف و چنل های مختلف که بری فقط دارن نورد این موضوعات صحبت میکنن و اون مثلا چون اون همه پنالتی خیلی حساسی که گرفت و همه یادش نیست یا خود میگی دیگه علی دایی موقعی که دیگه فکر نمی کنم بهتر زریدایی توی فوتبال ایران داشته باشیم تا الان مهاجمی که آره حالا تکنیکی نبود ولی گل خوب, خوب قضای خالی رو پیدا میکرد آره به قول خود آخرهای فوتبالش دیگه میگفتم آقا چرا نمیری نمیرفت واقعا اونم آره ولی خب به حال ما قبلا گفتیم قضا که تمومه بعد از سر میز پاشو حالا دلیل علمی این موضوع چیه اینه که ما وقتی احساس خطر میکنیم ذهن ما به صورت عجیبی کار آمد میشه و به صورت خیلی بهینه ای کار انجام میده و به خاطر میسپاره چون که جذب اطلاعات به هر نوعی که هست از حواس مختلف دماخته. که جذب میکنی مثل بینایی شنوایی اینا آره که روی اون موضوع مشخص متمرکز آره باشن. موقعی که به قول معروف احساس خطر میکنی ذهن تو یه جوری شروع میکنه فعال میشه و شروع میکنه اطلاعات رو جذب کردن و همش هم به خاطر اینی که زنده بمونه میره توی اون سوروایوال مودی که همیشه ما در موردش صحبت کردیم کارون هم زیاد در موردش صحبت کرده و شروع میکنه اطلاعات خیلی کوچیکی که شاید الان مثلا بهش فکر بکنید زیاد مهم نباشه ولی شروع میکنه اینا رو ذخیره کردن چون که فکر میکنه اطلاعات کوچیک بعدا به زنده موندن این در جسم کمک میکنه و ما همش در واقع داریم سعی کنیم زنده بمونیم دیگه بعد این ذهن ما یه جورایی خیلی جوگیر میشه و شروع میکنه سریع اطلاعات رو در واقع سیف کردن توی مغز توی در واقع حافظه ای انسان و شروع میکنه از اینا استفاده کردن آره بعد کاری هم که میکنه اطلاعات هاشیهی رو فیلتر میکنه توی اون لحظه که شما احساس خطر کردی یعنی حالا تمام اون حواسی که ما داریم اونها متمرکز شدن که اطلاعات مربوط به اون خطره رو درک کنن مثلا چون تو اگه یه جایی هستی که چون تو طبیعت مثلا صدای حیوان میشنوی اون لحظه دیگه از زیبایی مثلا چه چه پرنده دیگه لذت نمیبری آلو. طبیعت باش حال نمیکنه اون لحظه کاملا متمرکزی که ببینی اون حیونه از کجا داره میاد که حالا شانس زنده موندن خودت رو بیشینه بکنی میخوای در مورد سکس خطر برام صحبت کنی آره بگو آره حالا ما قبلا هم صحبت کرده بودیم راجع به این موضوع اول من چیزی بگم خیلی از جواب سوالاتی که سوالاتی که ما دنبالشیم جواب کورای همش برید توی تکامله یعنی حالا سوالاتی که راجع به طبیعت و موجودات دیگه و خود انسان ما داریم بیشتر اینا توی تکامل خیلی راحت جواب داده میشه حالا این موضوعی که امروز ایمان انتخاب کرده هم از این قاعده مستثنا نیست ما قبلا گفتیم که شما سه تا چیزه که نمیتونی ذهن خودت رو ازش منحرف بکنی بگو اولیش ایمان گفت این رابطه جنسیه دومیش قضا و سومیش خطره و دقیقا این سه تا چیز سه تا عاملی ان که ممکنه حیات رو از شما بگیرن چون مغز انسان توی حالا تکامل جوری تکامل پیدا کرده که احتمال زنده مونده زنده موندن شما رو بیشینه بکنه طراحی شده که شما آره، زنده بیشینه به بگو اصلا دیگه آره. بیشتر نه بیشینه آره بیشینه. ماکسیما. بکنه ما مغز طراحی شده که شما رو زنده نگه داره شما آره. اگه رابطه جنسی نداشته باشی تولید مثل نکنی نسلت منقرض میشه پس مغز باید خیلی روی این قضیه حساس باشه غذا نخوری که خب میمیری باید روی این حساس باشه و خطر هم شما رو تهدید کنه و شما پاسخ مناسب به اون خطر اگه ندید در واقع اتفاقی که میفته اینه که خرس میاد می‌خوره آره می‌خوره میبرته <تصفح> پس رو این سه تا خیلی حساس شده حالا ممکنه توی تکاملی که آینده شکل میگیره توی میلیون ها سال اگه حالا زمین از بین نرفته باشه مدل های دیگه تکامل پیدا کنیم چون هم به کامپیوتر مثلا حساس بشیم ولی <تصفح> تا الان اینجوری بوده که آقا قرار زنده بمونی این سه عامل مهمترین عامله حالا امروز ایمان داره راجبه چیزش صحبت میکنه که چرا ما خاطرات بعد رو بیشتر با جزئیات یادمون میمونه آره حالا چجوری بین این رسیدن چجوری تونستن اینو در واقع آزمایش بکنن از شاهدای عینی صحبت کرد رفتن از اونها استفاده کردن که حالا اگر که مثلا یه گروگان گیری بوده یا مثلا یه ماه مثلا داشته سقوط میکرده و آدما احساس خطر میکردن یا اگر بچههایی بودن که توی مثلا طلاق پدر مادرشون خیلی در واقع توی اون اتفاقاتی که داشته میفته داره خیلی مثلا این والو بودن می از اینا مثلا سوال میپرسیدن و مثلا اگر که گروگانگیری گرو بوده هیچ از یادش نمونده که طرف مثلا رو صاف گذاشته بوده یا کج گذاشته بوده ولی همه نوع اون تفنگ رو راحت میتونستن بکشن و میتونستن به خاطر بسپارن اینکه اون مثلا سر اون توفنگه به کدوم سمت مثلا نشونه رفته بوده رو میتونستن به خاطر بسپرن ام. حتی میتونستن این رو همشون به صورت یکسان به خاطر بیارن که به نظر اونها کی میخواسته از این توفنگه استفاده بکنه ام. یعنی میومدن دقیقا اطلاعاتی که خیلی فوکس نسبت به اون خطر میتونستن اونا رو به خاطر بیارن ولی خب هیچ کدومشون واقعا نمیدونستن که رنگ کلاه مثلا اون گروگانگیره چه رنگی آره دقیقا بوده. اون اطلاعات هاشیه ایه. به نظرشون ده ده. مثلا رنگ کلاه هیچ ربطی به اون تهدیده نداشته ولی قطعا توفنگی داره پس تمام جزیات توفنگ رو مغز تو خودش نگه میداره بعد از اون برم مثلا اومده بودن فیلم های عروسی رو نگاه کرده بودن و از مثلا عروس و داماد پرسیده بودن که یه سری اطلاعات مثلا خیلی دقیق ازشون خواسته بودن هیچ کدومشون رو به خاطر بیارن و مثلا حتی جای جایی نمیدونستن کیا دعوت بودن کیا دعوت نبودن حالا شاید عروسی هستن که تو ایران شاید ماراتون میشه اونا دیگه انقدر عروسومات خستن که اصلا مغز کار نمیکنه هم اونه هم میتونه مثلا مقدار مشروبی که مصرف شده باشه اینا همه حافظه رو از بین میبره دخیل باشه ولی خب به مراتب نشون همون لحظه تهدید جانی اگه چیز بشه تمش پریده و صفر همه جزئیات یادش که کیا بودن آره و حالا به مراتب نشون دادن که خاطرات مثبت رو آدم ها خیلی کمتر به خاطر میارن و آدم ها خیلی چون دیگه بدن آدم ریلکس دیگه نیازی نداره اونجا داره مثلا ادامه بقا میده و نیازی نداره چیزی کاری انجام بده ولی تا من برده... کم چیزی آدم میمونه راحت شل کرد شل کرد لذت آره امروز من داشتم میومدم خونه ایمان داشتم حالا هم این پادکست کتاب رو گوش میدادم یه یه لحظه به خودم آدم دیدم مثلا من چند دقیقه دارم رانندگی میکنم یک کلمه به حرفای این گوش ندادم یه جا دیگه راحت داشتم لذت میبردم اتوماتیک هم تنظیم شده میاد تا اینجا خودش خودش میاد اینقدر اومدم خودش میاد حالا من چرا خواستم در مورد دا این صحبت بکنم ما بین حالا بچه خود خود که است اتفاقی که میفته ما مثلا هفته ای کلی کامنت خیلی خوب مسیج های خیلی خوب خیلی انرژی مثبت میگیریم و متاسفانه مثلا اینا رو از ذهنمون میره و اگر که یه دونه مثلا کامنت بد بیاد یه کامنتی که انتقاد کرده و به حقم انتقاد کرده اصلا میریزیم به هم شما یکی به بیانه فوش بده ما تو عبد هم <applause> اگر که الان میخوام به خاطر بیارم مثلا کسی بود که نشد مزخرف خیلی و اون مزخرفه رو اشتباه اصلا نوشد یعنی تا این حد مثلا آدم یادش میمونه ولی خب نمیریم و ببینیم که حالا این ریشیو مثلا کامنت خوب به بعد آقا مثلا هره. نسبت 100 به 1 برای هر صد تا مثلا کامنت مثبت خیلی انرژیزای خوبی که مثلا ما میگیریم یه دونه کامنت منفی هم میاد ولی خب ذهن ما متاسفانه به خاطر همین دلایلی که گفتم میره و مثلا زوم میکنه روی اون کامنت منفیه و حالا کاری که داریم میکنیم و یه جورایی ذهن متاسفانه نیست اونجا ذهن احساس خطر میکنه و میگه حالا اگه این چیزی که ما بهش علاقه داریم و در واقع بقاش برای ما یه پدیده مطلوبی محسوب میشه ما باید یه کاری کنیم که به اون سمت حالا بهتر شدن پیش بریم پس اون کامنت بعده رو حالا یا سعی میکنیم اعمال کنیم یا میگیم اصلا شما نفهمید ناراحت میشیم بیشتر به کدوم سو داریم میریم من واقعا دوست دارم اگه کسی چیز کنه کامنت میده من اگه منطقی باشه من خیلی سعی میکنم با آغوش باز برم سمتش حتی اگه ادبیاتش هم نامناسب باشه داشتیم دیگه ادبیات نامناسب بود ولی بعد فنمون شد آره من خوشم میاد صحبت کنم با اینجور آدم خیلی خوب بعد چیز دیگه ای که میخواستم بگم نه 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 18 شو اول میدونم 24 بود نه خب در مورد چیز دیگه صحبت نکردیم چیزی که میخواستم بگم اینه که خب ما توی زندگیمون خیلی خاطرات حالا مثبت و منفی آدم زیاد داره ولی هر از گاهی بد نیست که یه نگاهی بکنیم به پیشینمون ببینیم تا اینجایی که اومدیم چه خاطرات مثبتی داشتیم به صورت خیلی پرواکتیو به صورت خودجوش خودجوش بشینیم و به خاطرت مثبتمون فکر کنیم و به اتفاقات مثبتی که توی این حالا زمینه های مختلف توی زندگیمون چه کاری چه تحصیلی چه حالا برای خانوادگی چه توی دوستامون افتاده فکر بکنیم چون که ذهن ما به قول خارجی یا اینطوری سیم،, سیمکشی شده که بره به سمت چیزای در واقع چیزای منفی رو راحت تر به خاطر بیاره برای همین ما خودمون باید یه انرژی مضاعفی بذاریم برای اینکه بتونیم اتفاقات مثبت رو به قول معروف به خاطر بیاریم برای هم میخواستم بگم که به این فکر بکنید که بعضی موقع کسایی که دو زندگی اون هستن حالا ممکنه یه کار بعد اشتباهی که انجام داده باشن به این فکر بکنیم که چند تا چند صد تا کار مثبت تا اونجا انجام دارن که ما زیر سیویلی رد کردیم مثلا عین خیالمون هم نیست که ما اون کار رو انجام دادم و زوم کردیم روی اون یه کار حالا منفی که به قول معروف این دوستان انجام دادن بله قبوله بله چیزی که میخواستم بگم جالب هفته در مورد این دوتا بچه میگی دوتا کوچولو رو آقا اینجا یه داستانی پیش اومده تو کانادا اخبار پدر ما رو در یه دوتا جوان چپ میری اینو میگن راست میری در مورد این دوتا سوال خستم نمیشن چند وقت پیش یه زن و شوهری بودن ظاهرا شوهر استرالیایی بود آره خانم ظاهرا آمریکاییه تو یک جزایر رو... اتفاق میفته یه استرالیایی داخله تو یکی از این جزایر اطراف ونکوور ظاهرا اینا به قتل رسیدن آره سوزونده بودنشون ایه. آره بعد مشخص میشه که آه بعد خبر میاد که آقا دو تا جوونه یکی 18 یکی 19 ساله مفقودن پیداشون نیست یه چند وقتیه درست بعد خب اوایل فکر میکردن که اینا خب گم شدن اونا هم که قتله بعد از این مدت شک میکنن که نکنه مثلا این دوتا تا به قتل این زن و شوهر باشن هیچی خلاصه میرن یه ذره جستجو میکنن و اینا متوجه میشن که این دوتا پسر اینا دو ساله که دارن تلاش میکنن که یاد بگیرن چجوری توی طبیعت زندگی کنن در واقع جون سالم به در ببرن طبیعت چرا... کانادا اونم آره چرا به خاطر اینکه الان متوجه شدن که اینا اصلا فرار کردن و رفتن به طبیعت دارن میرن یه بخشای از شمال کانادا که اصلا توی زمستون شما اونجا نمیتونی بری چون اونجا خرس میمیره از سرما آدم که جای خود مثل اون پشت اون دیوار مثل گیم آف ترونز آره اونجوری با اون شکلیه و اینا فقط تابستون ممکنه اونجا بتونن زندگی کنن بعدش ختم میمیرن حالا خلاصه اینا رو تا یه جای ردیابی کردن اینا تو جنگلن و اینا بعد خبر میاد مثلا فلانجا دیده شدن خبر بعدی میاد توی 90 کیلومتری اونجا دیده شدن آره و اینکه خبرم میاد اینا نازیان یعنی طرفدار حالا اون حزب نازی که توی جنگ جهانی دوم و آلمان و اینا بود اینا پیرو اونا هن این اخبار هم اومده حالا نمیدونم چقدر واقعیت داره خلاصی که اینجا میگم کانادا انقدر بیخبریه که این چیزا میشه خبر شماره یکش آمریکا هم در دیوارش از این مدل خبرها ریخته <laughs> کانادا هم که اصلا به اخبار دیگه, دیگه دنیا نمیپردازه زدن <laughs> تو شادی آره چیز <applause> دیگه. دیگه هم که حالا الان انداختن گردن بازی کامپیوتری میگن که اینا تمام این ترینینگ ها و اینا رو از بازی های کامپیوتری گرفتن و تمام این کارها رو اونجا یاد گرفتن که انجام بدن برای همین بازی کامپیوتری خطرناکه و بیا این که بازی کامپیوتری رو بند بکنیم برای کانادا بعیده. اصلا خود بعیده بوده کلی این بازی ها اصلا تو خود ونکوور داره تولید آره همینجا داره تولید میشه بتلفیلد رو تو ونکوور دارن تولید میکنه ای آره. کل ای اینجاست جونم براتون بگه که اتفاق دیگه نه افتاد و جالبی چیزی اتفاق نه افتاد برای شما تو این چند روز یه مقدار جالب اتفاق افتاد من میخواستم میخوای بگی یا نمیخوای دیگه چرا میخوام چرا بگو راحت ما پاشیم با اون ایمان و حسام یادتونه که ما آره. ایمان و حسام سلام آره با اکیپ اونها پاشیم رفتیم کمپینگ برگشت نی ایمان که نه ایمان 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 خودمون من آره ایمان کمپینگ برو نیست ایمان باید همون حوله و دستشویش آماده باشه آره حمام رو من بد شما ترجیح میدم بعد ما یه گروه به نسبت بزرگ بودیم که غالبا ایرانی بودیم و ما ایرانی غیر غالب هم یه ذره ما ایرانی تو طبیعت که میریم ما نمیخوابیم همین سر و صدا می‌کنیم. بعد براتون بگم ما این گروه بزرگ دور آتیش نشسته بودیم تا صبح همینجور سر و صدای بلند، دیگه بچه‌ها شروع کردن شعر خوندن بلند وحشتناک، یکی از خارجی اومد گفتش که شما یه ذره بی‌احترامی دارید. بعد با لحن خوبی گفت گفت بی‌احترامی می‌کنید و ما اومدیم توی طبیعت لذت ببریم از آرامش اونجا. مدیتیت اومده بودم آره این خارج ها مدیتیت میکنم و از صدای حیوانات و صدای شب و اینا لذت میبرم ما دیگه بلندترین حالت ممکنه رو داشتیم اجرا میکنم شما داشتین نقش حیوانات رو بازه آره. واقعا بعد این بند خدا اومد به ما یه تذکری داد دیدیم این که تو راه برگشت بر نمیگرده این هی این ور می به این درخت به اون درخت بعد از یه پنج دقیقه برگشت بیشه خودمون ببخشید من راه برگشت پیدا نمیگم من گم شدم یکی منو بی آره دقیقا همجوری بعد یکی از بچه هایشونو ها بردن واقعا یعنی بردن نزد... کم خودشون آخو... این بچه ها رو تحویل ماماناشون میدن ماده آخو... بود <تصفح> به ما اعتراض کنه بعد گم شد خونه زاد شد آخه آن... شما پیدا کردن شما خیلی راحت تر از پیدا کردن بله ما شغور... خیلی بلندیم <تصفح> هر موجودی میتونست ما اونجا پیدا کنه بعد به موجودات چیز بر ببین اونجا زده بودن که خرس میاد مثلا غذا رو رو باز نباید آها یه تفاوت کمپینگ ایران با اینجا رو من بگم ما ایران کمپینگ میرفتیم شب واسه که حیوان نیاد یه آتیش رو تا صبح روشن میذاشتیم دور چادر بله که حیوان نیاد دیگه حیوان مثلا دور آتیش و اینا نمیاد اینجا غیر قانونیه شما نمیتونی شب آتیش روشن بذاری چون خطرناکه برای چیز یهو میکشه به خودش جنگل آره برای همین آتیش اجازه نداری روشن کنی و مثلا غذاها رو باید بپوشونی جای بلند بذاری که خرس میاد چیز نکنه اونجا خرس ظاهرا زیاد میاد شما غذا رو گوشین جای بلند غذای نمون ما هم, هم رو خورد. ما خودمون غذا بودیم ما آره ما چیزی نمونده و خرس میمد تا بچه ها خرس میخوردن <تصفح> واسه جاتون خالی دیگه خیلی حالات خیلی خب ما رو نورده بودن رفتن دیر اومدن جونم برای تو بگی که توی تمام فضای مجازی مجازی اسم... <صف> <صف> نمیتونم مثلا لکنت گرفتم جونم برای تو بگی که ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب ما در مورد یوتیوب هم اینو بگم ما موقعی که به قول معروف بارگذاری میکنیم این چیزه کسی که اول یوتیوب میبینن دمشون گرم کامنت میذارن خیلی ممنون ایول ولی ما موقعی که در واقع فایل رو آپلود میکنیم روی یوتیوب این خود یوتیوب طول میکشه 3 چهار ساعتی طول میکشه که این فایل رو بخواد در واقع دم بکشه آره بذاره دم بکشه تا به این کیفیت 4K برسه ما همه رو توی کیفیت 4K آپلود میکنیم ولی اگر که توی سه چهار ساعت اولی که آپلود شده شما زحمت بکشیم و ببینید که دمتون گرم که وقت میذارید میبینید کیفیتش خیلی پایینه و چند نفر اعتراض کرده بودم به کیفیت پایین این داستان و معذرت میخوایم دیگه اشتباه از منه من از زودتر بذارم که این زودتر دم بکشه جا بیفته و شما که میبینید کیفیت مناسبی داشته باشه همین امشب بذار که تا صبح دم بکشه آره الان دوازده ساعت باز پخش فاصله داریم آره جونم براتون میگه که این اپیزود سر بود این شاره سر میره. میرسه همین هفته برسه آره. و اینکه ما گفتم دیگه فضای مجازی همه جام هم خود کس گفتم بریم دیگه بریم آقا آره. تبریک میگم بهتون خدافزه میکنی؟ فعلا خداحافظ. خداحافظ.